در گفتار امروز می‌خواهم درباره خبری علمی که به تازگی سازمان فضایی آمریکا ناسا منتشر کرده سخن بگویم. انسان برای نخستین بار توانسته لرزه‌هایی را که در کره بهرام یا مریخ روی می‌دهند ضبط کند. همان گونه که لرزه‌های سیاره خودمان را زمین لرزه می‌نامیم، لرزه‌های بهرام هم بهرام لرزه نامیده می‌شوند. منتها بهرام لرزه ها با زمین لرزه های سیاره من از یک نوع نیستند که خواهم گفت چرا. لرزه ها در کره زمین یا در بهرام از ژرفای درون سیاره می آیند. بنابراین دریافت موج های لرزه ای به ما امکان می دهد که ساختار درونی سیاره را بشناسیم. دستگاه لرزه سنج که در مطالعه زمین لرزه ها به کار می رود مانند پژواک نگار یا دستگاه اکوگرافی در پزشکی است. در پژواک نگاری یا اکوگرافی موج هایی که دستگاه به درون اندام ها می فرستد بازتاب می کنند، باز می گردند و با خود اطلاعاتی درباره بافت ها و اندام های درونی بدن به دست می دهند. در لرز سنجی موجها خود به خود از درون زمین می آیند. ما آنها را نمی فرستیم. به طور زاستاری طبیعی درون زمین پدید می آیند و اطلاعاتی از ماده سر راه خود می آورند که لرز سنجها ضبط می کنند. انسان توانسته به کمک لرز شناسی ساختار درونی کره زمین را به خوبی بشناسد. در مقایسه شناخت ما از ساختار درونی سیاره های دیگر راجمان منظومه خورشیدی بسیار کم است. نخست نگاهی کوتاه به ساختار درونی کره زمین تا بدانیم در مطالعه بهرام به دنبال چه می‌گردیم. سطح کره زمین را پوسته‌ای سنگی پوشانده. در واقع دو نوع پوسته داریم. پوسته اقیانوسی و پوسته قاره‌ای. این دو نه ستبرایشان، ضخامتشان یکیست، نه ساختارشان، نه ترکیب شیمیاییشان و نه سنشان. پوسته‌ای که کف اقیانوس‌ها را می‌سازد از سنگ آتشفشانی بازالت است. 55% سطح کره زمین را می‌پوشاند و دارای ستبرایی در حدود 7 کیلومتر است. سن هیچ بخش از آن از 200 میلیون سال بیشتر نیست. در مقایسه پوسته قاره‌ای که 45% سطح زمین را می‌پوشاند از سنگ آتش فشانی گرانیت تشکیل شده. ستبرای میانگینش 40 کیلومتر است ولی از 20 کیلومتر تا 70 کیلومتر کم و زیاد می‌شود. پوسته قاره‌ای در حدود 4 میلیارد سال پیش پدید آمده و بنابراین بسیار کهن‌تر است از پوسته اقیانوسی. زیر پوسته را لایه بسیار ستبری گرفته که گوشته نامیده می‌شود، در انگلیسی منتل. گوشته از 40 کیلومتری زیر سطح زمین آغاز می‌شود و تا 2900 کیلومتری پایین می‌رود. دما در بخش‌های بالاییان در حدود 200 درجه سانتیگراد است و هرچه پایین‌تر می‌رویم بیشتر می‌شود تا به در حدود 4000 درجه سانتیگراد برسد. از ژرف‌ترین بخش گوشته که بگذریم به هسته زمین می‌رسیم که دو بخش دارد: مغزه بیرونی و مغزه درونی. مغزه بیرونی از ژرف‌های 2900 کیلومتری تا 5100 کیلومتری پایین می‌رود. فشار در آنجا بیش از 3 میلیون اتمسفر است و دما در حدود 4000 درجه سانتیگراد. مغز درونی از 5100 کیلومتری تا مرکز زمین در ژرفای 6400 کیلومتری گسترش می‌یابد. دمای آن از 5000 تا 10000 درجه سانتیگراد است. مغز درونی بیشتر از آهن و نیکل جامد تشکیل شده. مغزه بیرونی هم از آهن و نیکل است ولی جامد نیست، مایه گداخته است. این ماده گداخته همواره در حال جابجایی و تلاطم است و با پدیده فیزیکی که همبرد یا کنوکسیون نامیده می شود گرما را از هسته زمین به منطقه بالاتر یعنی گوشته انتقال می دهد.
حرکت این ماده گداخته باردار میدان مغناطیسی کره زمین را به وجود می آورد. میدان مغناطیسی زمین حافظ زیست در کره زمین است. اگر کره زمین میدان مغناطیسی نمی داشت، زیست به ویژه زیست هوشمند نمی توانست پا بگیرد. گرمای درون کره زمین زایده دو پدیده اصلی است. در حدود 20% آن بازمانده گرمایی است که هنگام دیسش یا فرماسیون کره زمین به وجود آمده و 80% آن انرژی است که همکنون ایزوتوپ های رادیواکتیو درون کره زمین پدید می آورند، به ویژه پتاسیم 40 و اورانیوم 238. گرما درون زمین زندانی نمی ماند و خارج می شود. وقتی کتری را که در آن آب ریخته اید روی اجاق می گذارید تا آب گرم شود، گرمای اجاق ته کتری را گرم می کند. آب در تماس با ته کتری گرم می شود و به سوی بالا که سردتر است حرکت می کند. گرمای خود را به لایه های سردتر می دهد و پایین می آید. این حرکت توده های آب همبرد کنوکسیون نام دارد. در مغزه بیرونی هم چنین پدیده‌ای روی می‌دهد و گرما با همبرد به لایه‌های پایین گوشته منتقل می‌شود. گوشته با گرم شدن گرما را به بالا به پوسته زمین منتقل می‌کند با پدیده حازش کندوکسیون. پوسته زمین یک پارچه نیست، از تکه‌های بزرگی درست شده که پلاک‌های سازانیک، پلاک‌های تکتونیک نامیده می‌شوند. ستبرای این پلاک ها در حدود 100 کیلومتر است. تعداد پلاک ها بسیار است، ولی 7 تا از آنها که بزرگترینند 95% سطح کره زمین را می پوشانند. بزرگترین آنها پلاک اقیانوس آرام است که بیش از 100 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. پلاک ها بر اثر گرمایی که از ژرفا می آید با سرعت چند سانتی متر در سال در همه سو در حرکتند. به هم می سایند، یکی زیر دیگری می رود و آن را بلند می کند و در نتیجه زمین لرزه یا آتش فشان پدید می آورد. پلاک شبه جزیره عربستان که یکی از کوچکترین پلاک هاست 5 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. یکی از میکرو پلاک ها، پلاک های بسیار کوچک، پلاک ایران است که ایران، افغانستان، بخشی از پاکستان و عراق را در بر می گیرد. پلاک ایران از دو سو زیر فشار است. پلاک عربستان از جنوب و پلاک اوراسیا از شمال ایران را منگنه کردند. کوههای ایران بر اثر فشار این دو پلاک پدید آمدند. زمین لرزه‌ها در ایران زایده فشار این دو پلاک هستند. این بود نگاهی بسیار کوتاه به ساختار درونی کره زمین. پس از زمین، تنها کره در راجمان خورشیدی که لرزشناسی آن تا حدودی مطالعه شده کره ماه یا کره مانگ است. فضانوردان آپولو 11 که 16 ژوئیه 1969 بر مانگ نشستند، لرزسنج‌هایی را بر سطح مانگ کار گذاشتند. همچنین فضانوردان آپولو 12، 14، 15 و 16 لرزسنج‌های دیگری آنجا نهادند که تا سال 1977 کار می‌کردند. این لرزسنج‌ها لرزه‌های زایده برخورد هزاران شخانه یا سنگ آسمانی با مانگ را ضبط کردند. شخانه‌هایی با وزن نیم کیلوگرمی تا 5 تنی. همچنین مانگ لرزه هایی را ضبط کردند که از ژرف های 800 تا 1000 کیلومتری درون مانگ از جاهای گوناگون آن می آمدند. ولی این لرزه ها برخلاف لرزه های زمین زایده برخورد پلاک های پوسته آن نیستند، چون مانگ پلاک سازانیک تکتونیک ندارد. این لرزه ها زایده اثر نیروی گرانشی زمین بر کره مانگ هستند. همان گونه که مانگ با نیروی گرانشیش بر کره زمین تأثیر می‌گذارد و کشندها یعنی جزرومد را سبب می‌شود، زمین هم اثر کشندی بر مانگ دارد و باعث لرزه در درون آن می‌شود. حال می‌رسیم به کره بهرام. بهرام چهارمین سیاره راجمان خورشیدی است. فاصله اش از خورشید 1.5 برابر فاصله زمین از خورشید است. هر 687 روز یک بار به گرد خورشید می‌گردد. قطر بهرام 6780 کیلومتر است، یعنی تقریبا نصف زمین. جرم بهرام 1/10 جرم زمین است.
جوان بسیار تنک است. فشارش در سطح 160 برابر کمتر از فشار هوا در سطح کره زمین است. 95% جوان گاز کربونیک است. در مقایسه گاز کربونیک جو زمین 0.03% است. در حدود 3% جو بهرام ازوت است، حالان که 78% جو زمین از ازوت درست شده. اکسیژن در آن بسیار کم است. اطلاعات کنونی من از ساختار درونی بهرام بسیار کلی است. می دانیم که توزیع جرم درون آن یکسان نیست. ماهواره هایی که به گرد بهرام در گردشند می توانند تغییر نیروی گرانشی در جاهای گوناگون سطح بهرام را اندازه بگیرند. این تغییرها نماینده یک نواخت بودن توزیع جرم درون بهرام هست. با مطالعه نایک نواختی ها می توان کمابیش پی برد که جرم چگونه درون بهرام پخش شده است، ولی اینها کلی هست و از جزئیات درون بهرام ناآگاهی. به طور کلی می دانیم که بهرام مانند زمین دارای پوسته سنگی است با ستبرای 30 تا 100 کیلومتر بسته به نیمکره آن. ترکیب پوسته بازالتی است مانند کف اقیانوس های زمین، نه گرانیتی. اندازه هسته را درست نمی دانیم. نمی دانیم که آیا مایعی گداخته دور مرکز بهرام را گرفته، آیا پدیده همبرد هست، گرما چگونه به بیرون منتقل می شود. از آنجا که بهرام میدان مغناطیسی ندارد، نباید مغزه بیرونی مایع داشته باشد. ولی چرا؟ می دانیم که بهرام در گذشته های دور میدان مغناطیسی داشته ولی از میان رفته. چرا؟ آمریکا تا کنون کاوشگرهای بسیار را بر سطح بهرام فرود آورده. از آن میان تنها یکی دارای لرزه‌سنج بوده، وایکینگ دو، که از 1975 تا 1978 3 سال فعال بود، ولی در آن مدت تنها یک لرزه ضبط کرد. نمی دانیم ماهیت آن لرزه چه بوده. به احتمال زیاد بهرام هم مانند مانگ پلاک های سازانیک ندارد و لرزه های آن نمی توانند از نوع لرزه های زمین باشند، ولی همه این پرسش ها را باید پرسونانه به دقت مطالعه کرد. از این رو سازمان ناسا مأموریتی فضایی را برای پژوهش درباره لرزه شناسی به بهرام اختصاص داد. در تاریخ 5 ماه مه سال 2018 فضاناو اینسایت را به سوی بهرام فرستاد که 7 ماه بعد در تاریخ 26 نوامبر 2018 بر آن فرود آمد. در اینجا تصویر را که این سایت در سطح بهرام از خود گرفته می‌بینید، دارای چند دستگاه اندازه‌گیری بسیار پیشرفته است. یکی از این دستگاه‌ها لرزه سنجی است که سازمان فضایی فرانسه ساخته. در وسط تصویر دیده می شود شکل گنبدی دارد و به رنگ نقره است. در این تصویر لرزه سنج از این سایت جدا شده و آماده دریافت لرزه هاست. در تاریخ 6 آوریل گذشته 2019 این دستگاه لرزه هایی را ضبط کرد که از جرفای درون بهرام می آمدند. شدت آنها در حدود 2 ریشتر بود، یعنی بسیار ضعیف، به طوری که انسان نمی تواند آنها را احساس کند. وقت ما به پایان رسید. امید می رود که این لرز سنج همراه با دستگاه های دیگری که اندازگیری های دیگری می کنند اطلاعات پرسونی دقیقی از ساختار درونی بهرام به دست دهند.